فکر میکنم تنها کسی که زیاد هیجان زده نیست در مورد اتفاقاتی که در ایران در حال رخ دادنه من باشم یا شاید خیلی ها مثل من فکر میکنم من تو ندارن حرف بزنن بخاطر اینکه این تظاهرات امروزی دقیقا همون اشکالی رو داره که تظاهرات سال 57 داشت و اینکه از روی نفرت هستش و از روی هیچ هدف و حسابی نیست بیشتر روی فقط نفرتی که فقط ما به دشمنمون یه سنگی بزنیم تنها نقطه مثبت این تظاهراتها ها این است که مردم جهان تا حدی متوجه میشن که مردم ایران راز نیستن چون 43 ساله که این انقلاب رخ داده و از همون اول بسیاری از ایرانی ها دل خوش از این انقلاب نداشتن مخصوصا در همون یک هر کسی اون روز اول متوجه نشد سال اول دوم خیلی ها متوجه شدن به جمله خود بنده و خانواده اون من خانواده ما موافق انقلاب بودم بعد یکی دو سال همه ما مخالف انقلاب شدیم انقلاب پنج و هفت. و فرق معامله اینه که الان این تظاهرات چیدن سرکوب میشه در صورتی که در انقلاب 57 خیلی راحت و شیک شما می اومدی میگفتن مثلا از میدان ترجیش تا پیچ شمرون تظاهرات شما می اومدی سر کوچهتون ملحق می به تظاهرات راهپیمایی بود اصلا نه دعوایی بود نه فوشی بود نه تیراندازی بود فقط راهپیمایی میکردی میرفتی تا فلان جا و اصلا حالت بیشتر ورزش هم داشت خیلی بودن پس بینیم که ورزش پیدا ورزش کنیم بعضی جگه اصلا میگویدن بریم شوهر پیدا کنیم بعد از انقلاب هر کی شوهر نکرده بود میگویدن دیدی نرفتی تو این راه پیمایا. اگر اگه رفته بودی یه شوهری پیدا کرده بودی من دو بار که به با اون موقع که, که پنجم ابتدایی بودم دو بار من در این تظاهرات های سال پنجه شرکت کردم خیلی هم شیک بود خیلی هم راحت بود هیچ اشکالی نبود هیچ ترس نبود جمعیت زیاد می اومدن فقط راه می رفتن راه می رفتن. بعد من دیدم که هر شعاری میاد مردم مثل تقوام مثل چه می یه موش بوز دارن تکرار میکنن همه شعارا رو یه روز مثل روز اول رو می گفتن مرگ بر شاه من می خب شاه چی که دقیقا شما مخالفی مخالف باشیم مرگ بر کلمه خیلی کلوفتیه بعد یه مدت دیدیم گفتیم که دیدیم که میگن مرگ بر آمریکا اصلا یه من شاخ خونم با این مردم که تا دیروز زوغ زده بودن که اوورکوت من آمریکایی چیچی من آمریکایی حالا شما هم راحت برگشته میگین مرگ بر آمریکا خود چه شواهدی من یادم دو بار که این تظاهرات رفتم خیلی احمقانه به نظرم و دیگه نرفتم تازه من میگم کلاس پنجم ابتدایی بودم و بعد خانواده ما که یکی دو سال بعد هم پدر من زندانی کردن خلخالی مادر من حسابی مشت مش, مش, مش لگت زد بهش وقتی که مادر من پشت در آفیس خلخالی بس نشسته بود که بلکه پدر من آزاد بشه چیه پدر من توی گلخونه خونه اون مشروب درست کرده بود از همون موقع اصلا متوجه شدم که بابا اصلا اینها یه مش آدمای وحشیان یک و دو اینکه مردم ایران خیلی راحت با هر گند و آشغالی سازش میکنن با هر چیزی سازش میکنن و یادم اصلا اون موقع که من از ایران خارج میشدم اصلا من, من نمیخوام در بین مردمانی باشم که با این دولت اشکالی ندارن و نه اشکالی که ندارن هیچی تونتون دارن بچه درست میکنن از من شاخ بودم این کشوری که داره کاملا سقوط میکنه در اون زمان جنگ چجوری مردم هی دارن بچه درست میکنم. این تظاهرات امروز به نظر من بیشتر شکل همون تنفر داره یعنی مردم سال 57 اگر راه پیمایی میکنن به خاطر تنفر و ای بود که از اون داستان مصدق و سیتی رو اینها داشتن حالا وارد بحث مصدق نمیشم بخاطر اینکه به نظر من تاریخ نشون داد که اه وضعیت یعنی روند اقتصادی ایران بعد از مصدق بسیار بسیار عالی بود یعنی ایران بدون مصدق بسیار بسیار زود به پول و ثروت و اقتصاد بالا رسید در خود مصدق داشت واقعا کشور رو به مرز اختشاش و سقوط اقتصادی و جنگ و خیلی چیزاتش می میرسون و اصلا روش مصدق خیلی خرخرانه بود به نظر من خیلی زورکی بود و مردم ایران همین که یکی دیدن که جلوشون گرفته همین که احساس کردن که مثلا یکی مبا... نمیخواد که رأیشون چون مردم اگر مردم ایران به جمهوری اسلامی مثلا میگن 98 دو درصد احتمالا دروغ احتمالا شاید 80 درصد باشه آره برشت کاری اگه اگر میگوین 98 ممیز دو درصد به جمهوری اسلامی رأی دادن به مصدق بیشتر رای دادن به رای هایی که به مصدق دادن بالای 99 درصد بود مثلا حالا بازم اونم آدم نمیدون چقدرش درسته چقدرش دروغه ولی کلا این که ملت میان همه یه هم میرن به یه طرف اصلا بدون که درست فکر کنن و طرز فکر طرز فکر یا شور شور یا بینمک و اینکه اون موقع شاه جلوی مصدق رو گرفته بود و نمیدونم <applause> حالا اگه طبق قانون بخوای فکر بکنی خب اولا قانون اساسی ایران همیشه چیز مسخره بوده و هست چه زمان شاهش چه بعدش چه هرچی ولی براش اگه بخوای قانون اساسی در نظر بگیری شاه مملکت حالا کاری ندیم که آق... مثلا این مسئله عاقلانه نیست و من در آوردی آمریکا هم خب قوانینش خیلی خیلی چیزاش مزخرفه شاه مملکت حق داشت که نخست وزیر رو عرض کنه و کرده بود و طرف نمیخواست بره این در واقع قانون اساسی رو زیر پا گوشت آقای کاری نمی که میگم قانون اساسی بسیار ایراد داره خود آمریکاش اصلا مسخره است که رئیس جمهور باید قضات سپریم کورت رو چه بکنه اصلا مسخره است یعنی چی این بازی سپریم کورت تو آمریکا یه چ... بازی مسخره ای ازش به هر روی مردم ایران بسیار عقده درشون به وجود اومده بود که چرا ما یه چیزی میخواستیم جلو ما رو گرفتن انگار مثل یه بچه که به زور میخواد یه چیز بدی یه کار بدی یه کار غلطی انجام بده جلوشو میگیریم هیچی عقدش بیشتر میشه ده سال پونزه سال بعد میخواد با شدت بیاد این تظاهراتی که در ایران داره رخ میده به نظر من یه جنبه فقط خوبش اینه که مردم جهان رو بالاخره آگاه میکنه که بابا مردم ایران لزوما طرفدار این رژیم نیستن اینکه سالها و سالها مردم رفتن تو خط انتخابات رای دادن رای دادن رای دادن خب تا حدی حکمیت داشتن میدادن دیگه دا جلوی مردم جهان این همه شعار تو مدارس ما رو مجبور میکردن به زور بگیم نمیدونم درود بر خمینی مرگ بر شاه مرگ بر آمریکا هی هر روزم این شعارا رو, رو هی اضافه میکردن چه خط خط کامپیوتر بود که هی برنامه رو داشتن هی عوض میگه هر روز ادیت میکردن یه مدت روسیه اومد بعد روسیه کشتن بیرون اسرائیل باید باشه این خب حرفایی هم که شما دارید میزنید رو و دو مشت دوربینا نشون میدن خب اینم خب وجهه ایرانی رو خراب کرده بود در تمام در نگاه بین المللی حالا ایرانی ها که از زمان هخامنشی یک مردمان زورگو به حساب می اومدن در تمام تاریخ یونان و روم پارثیان پارثینز اشکانیان ساسانیان هخامنشی همیشه یه مش وحشی به حساب می اومدن کمی کلمه اصلا باربریان معنی اولش یعنی ایرانی در تمام طول, طول تاریخ غرب به ایرانی ها به نگاه مردمان عقب مونده مردمان ضد دموکراسی مردمان وحشی نگاه کردن حالا شما اومدی انقلاب کردی حمله میکنی به سفارت آمریکا یک دونتون نمیان مخالفت کنیم با این سفارت آمریکا حمله سفارت آمریکا 24 ساعت ویدیوتون هم نشون میدن که دارین میگین مرگ بر آمریکا مرگ بر ایران خب بچتون خرابتر و خرابتر خراب میشه اصلا کاری نداریم که اصلا آمریکا از طریق بسیار جاسوس من یادم بچه بودم گفتم یعنی چی که اینا میگن مرگ بر آمریکا تو این تظاهرات بعد میگم میکنم نه بابا آمریکا کشور پیشرفته اولا اونها جاسوس دارن احتمالا میدونن که این شهرها الکی پلکی بیشتر شو آمریکا یا میفهمن که اینها همش شاه سازیه نه اصلا خود آمریکایی هم شاید میدونستن و میخواستن که اینجوری باشه مسائل از کنترل اونام در رفت به خاطر اینکه به همش برمیگشت به قیمت نفت دیگه قیمت بشکه نفت بعد از 32 دلار 34 دلار میماد پایین تر سال های سال باید سقوط میکرد این قیمت نفت که اروپایی و آمریکایی و خیلی ها بتونن اقتصادشون جلو بره نمیشه که حالا یا آمریکا خودش به خریت زده بود میخواستن که خب شاه بیفته ولی به نظر کنترل هم از دست دادن و که ایران حالا با هر چی و چه می‌دونم کره شمالی از همون روز اول با کره شمالی اینا شروع کردن دست به با فلسطینی ها از از قبلش با فلسطینی ها با شبکه های تروریستی رابطه داشتن هنوز هنوز تو اخبار بی بی سی و سکای نوز و بلومبرگ میگن که تظاهرات مردم ایران به خاطر محسا امینی همچنان ادامه داره هنوز دارن میگن تظاهرات به خاطر محسا امینی خب درسته که محسا امینی جرقه اول اینها بود ولی باروت اصلی انفجار خود محسا امینی که نیستش که 43 سال زور و زورگویی بوده که اینها بار مردم کردن اصل اونه فقط حقوق زنان که نیستش که ولی خب حالا یه بهانه اگه جرقه آدم شروع میکنه ولی اینکه هنوز هنوز بگن آره محسوب به خاطر محسوب امینیه خیلی کوچیک کردن میکنن مثلا BBC بی, بی سی و نمیدونم سکای نوز و این حرفها کاورج میدن ولی میگن به خاطر به خاطر این مورگن اورتگا ها به خاطر محسا امینیه من نمیخوام کوچیک کنم یا کم کنم اهمیت این جرقه رو خیلی مهم بوده که یه نفر باشه که پوستر پوستر چایلد بشه به قول به انگلیسی میگن پوستر چایلد یه نفر باشه که تصویرش حرکت بده تکون بده انسان ها رو تا حالا نداشتن ایرانی ها در همه این تظاهرات هایی که در این چندین و چند ساله کردن یک جرقه تصویری اون تظاهرات و اون شورش های 2009 13 سال پیش به خاطر بود که یوتیوب مخصوصا ویدیوی تیر خوردن اون خانم آقا سلطان رو نشون میداد مخصوصا میخواست همه مردم جهان رو تکون و یوتیوب واقعا با اینکه معمولا اینجور چیزا رو فیلتر میکنن مخصوصا گذاشت باشه صفحه اولم باشه که همه ببینن جالبه ولی اشکالی که من دارم اینه که 43 ساله که مردم ایران چه ایران داخل کشور چه خارج کشور نمیدن یه اساسنامه بنویسن یه عده اروپایی سوار کشتی شده بودن 400 300 400 سال پیش قبل از از, از ار... اول... اولین گروه های اروپایی که با آمریکا می اومدن جیمز تاون و روانو کردن اون کشتی بلفر توی کشتی قبل که پاشون به خاک امریکا اساس که آمریکا برسه نشستن اساسنامه نوشتن که آقا یه قوانینی ما بذاریم یک اساسنامه ای که ماها هممون بر سر این توافق داشته باشیم که چجوری میتونیم رأی بدیم رأی بگیریم و توافق کنیم بر سر چیزهای مختلف چلو سه ساله هیچ کی ایرانی نشسته خب یه اساس حالا اومدیم و اینا اصلا فردا محف شدن این آخونده اصلا بگیم نیستن فردا خب چیکار دقیقا میخوایم بکنیم دقیقا همون داستان انقلاب مشروطه هستش که وقتی که مجلس تشکیل دادن اصلا نمیدونستن چی بگن همش داشتن با هم دعوا میکردن توی دوره های چندین دوره مجلس بعد از انقلاب مشروطه همش دعوا میکردن و اون زمان اگه اکثر نگاه کنین تمام نصفشون آخون بودن و از صورت جلسه ها این حس آدم میشه کرد که چون آخونده خیلی چیزها رو نمیفهمن ولی بعضی چیزها رو مثل معامله مثل کنار اومدن مثل بحث کردن بدون دعوا بدون ارتشاش آخونده تو اون مجل دوره های مجلس شورای بعد از انقلاب مشروطه آخونده تا حد زیادی از دعوا و کتککاری جلوگیری میکردن یعنی اونها بودن که یه خود چی میگم چسب کار بودن که کاملا همه چی به هم نخوره حالا کاری که اینا از خیلی چیزا عقبن و شور بس... درک بسیار چیزا عقبند ولی این که جدل کردن و کنار اومدن و کوتاه اومدن و بحث کردن بدون دعوا این چیزا مرام دارن خیلی بهشون کمک میکرد و در واقع در اینطور که من در صورت جلسه ها از بعضی چیزاش از دوره های اول مجلس بعد هیچی نتونستن هیچ کاری انجام بدن کشور سقوط کرد به خاطر اقتصاد بدش کی بود؟ مایک شوستر آمریکایی رو آوردن که اصلا مالیات کشور کاملا زیر رو, رو کرد و یه آمریکایی حالا ایرانی هستم از حاجی واشنگتون واقعا ایرانی به با آمریکا پاشو نذاشته بود یه آمریکایی اومد ایران این اصلا اکثر ایرانی ها نمیدان داستان شویسکه رو و سیستم مالیاتی ایران ها آنچنان زیر رو, رو کرد که یک دفعه ایران برای اولین بار میتونست برای سربازاش اسلحه بخره یونیفرم بخره و بعد هیچی شکست خوردن از اکثر ایرانی های تحت تحصیل کرده شما اگه بپرسید که چرا انقلاب مشروط شکست خورد به شما میگم اگه شکست خورد یعنی چی شکست خورد چرا انقلاب پنجاه هفت شکست خورد به خاطر وقتی شما هدف اصلی فقط اینه که من دشمنمو بزنم دشمنمو بزنم حالا بعدش دیگه همه چی گل و گل بول میشه دیگه هیچی وقتی خلا به وجود میاری و پول گنده نفتی وسط هست چی میشه دو دوره جنگ گرگا و سگای هار و چه میدونم شیر و پلنگ میفته هر کی از همه هارتره بنشته به دوره کوارتر فاینال کوارتر فاینال میشه سمی فاینال سمی فاینال میشه فاینال الان 43 سال اینها رده به رده به رده از 360 درجه آرای مختلفی که میتونست باشه از اون اول کسی که اول اومد گفتش که همه با هم همه با هم, هم, هم بعد که به قدرت رسید در جاده گفتش که نه شرقی نه یعنی نه توده ای من قبول دارم نه راستی نه غرب زده از 360 درجه کلش حذف کردن بعد دیگه موند از اون ده درجه آخر ده درجه آخر هی حذف کردن هی این مسابقات حذفی ادامه پیدا کرده سازگارا بیاد بیرون کی بیاد بیرون فلانی بیاد بیرون همه کسایی که باهاشون بودن می حسین موسوی کی کی همه رو کردن که دیگه هر کسی هاره 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 هار بوده به قدرت بشه و تا این خامنهای خیلی آدم زرنگیه به نظر من خیلی آدم زرنگی و کلا جمهوری اسلامی با همه حماقت و بی مدیریتی و تنهایی تنهایی دیگه چون چ... کی دارن این شبکه های تروریستی دارن نفت دارن اینجور چیزها رو دارن دیگه آدم آدم آقل که نمید با اینها همکاری بکنه جمهوری اسلامی با همه اینها بسیار بیش الان اصلا وضعیت حکومت های جهان ها چه کره شمالی چه بقیه الان همه دستشون تو جیب همه شما راحت نمیتونی یکی رو بیرون بکنی اینقدر شبکه بندی دارن اینقدر از نظر اینترنت و همه چی رو همه شنود دارن رو همه کنترل دارن و انواع اقسام شکل مختلف دستشون همه جا از هز... همه شدن هزار دست روسیه چه آمریکا فرانسه انگلیس همه هزار هزار دستانن هزار دست دارن دستاشون تو جیب همه خیلی راحت نمیتونیم. من که واقعا مثل زمان شاه که دیگه شاه دیگه, دیگه دوستی نداشت و اصلا میخواستند میخواستن که این بیفته جالبه که حکومت احمد شاه چرا افتاد بخاطر اینکه بسیار ضعیف بود اصلا خود احمد شاه نمیخواست دیگه سلطنت کنه حکومت شاه چرا افتاد بخواد که ضعیف شده بود زیر رو زده بودن و خود شاهش دیگه نمیخواست که گور پدر این مردمی که من نمیخواد این از احمد کشتم. گور پدرش خود احمد شاه گفته بود که او من ترجیم میدم برم تو لندن زندگی کنم تا تو این کشور عقب مونده هر بار هر بار مردم تونستن یه دولتی رو بندازن با خاطر اینکه اون دولت خودش بسیار ضعیف شده بوده و خیلی ها میخواستن که دیگه این بره الان هم آمریکا بعدش نمیاد آمریکا دیگه علنا در این چند ساله زور گذشته که آقا اینا رو ردشون کنید اینا دیگه زیادی هن. اون هم اسلامی مثل همه جا میتونه تروریست بیاره تو ایران اصلا این سربازهای توی خیابونا مردم چند تاشون ایرانی باشن لازم نیست اصلا ایران خیلی ایرانی ها که مدتها ها دمشون رو دیدن که مرزشون شرسچو دادن از بچگی بهشون آب و دون دادن که اینا فهم کنم بابا جمهوری اسلامی خوبه بعدم از افغانستان و ترکمنستان و لبنان و از همه جا آدم دارن اینا اینقدر سال ها همه جا دون پاشیدن که اصلا مردم ایران نمیدونم چی فهم کنم فهم به همون سادگی انقلاب پنجاه هفت میشه اینها رو از بین برد به نظر من مردم ایران باید هزار یک چیز رو بدونن هزار و یک قدم رو دقیق وردارن تا بتونن A ای اینها رو بیرون بکنن و بی یک جامعه یک دولتی موفق به وجود بیارن و از همه این هزار و یک قدم یکیشم به نظر من اینها درست ندارن اصلا نمیدونم یک مش تظاهراتی که بر اساس آهنگ رپ این آهنگ رپه داره چیز میشه دارن پوشش میکنن که گرمی بگیره تو آمریکا میخوان یه خود چی بدن صدا بدن به مردم ایران دمشون گرم بکنن میخوان یه اسپشل گرمی بدن بهش ولی اصلا نمیدونم هیچ تفکر و منطق و اساسنامه و یه یه بابای رفتی یه قانون اساسی نوشته برای اینو من رو خوندم دانلود کردم اینقدر مسخره بود از این طرف اصلا نفهمید قانون اساسی فقط این نیست که چه روزی نمایندگان جمع بشن و رأی بدن چه روزی چند تا نماینده باشن و هر چند تا استان وجود داشته باشه این که نشد این که از همه چیز قانون اساسی شما نمیتونم فقط یه چیز سطحی شو فهمیدی یه نفر نوشته بود خیلی هم یورو خوش چی کرده چاپ هم کرده مثل یه قانون اساسی کوچولی میگه من میخوام که این باشه مردم ایران باید یه قانون اساسی انسان محور درست کنن من یادم همون اوایل انقلاب 57 که قانون اساسی رو میخواستن رأی بگیرن این مثل یه کتابچه بود و ما هم خریده بودیم تو خانه بوده و من باز کردم که شروع کردم به خوندن یکی دو صفحه خوندم کاملا غیر منطقیه مثلا نوشته بود که اون موقع اصلا بحث رهبر که نبودی رئیس جمهور بعد تو رئیس جمهور باید مثلا 45 سالش باشه هم یعنی چیزی و بعد از هر پنج گوشه چهار گوشه بدن هم باید سالم باشه و مردم باشه و مثلا مسلمونش هم بود حالا یادم نیست اصلا همینه برای من تحت سوال بود یعنی چی چرا رئیس جمهور با 45 سالش باشه مثلا 44 سال قبول نیست چرا رئیس جمهور باید مرد باشه یعنی چرا باید مرد باشه یعنی به عقل چه میدم اول راهنمایی من این یعنی اصلا منطقی نبود و بعد چرا باید مثلا دستش حالا قطع شد پاش مثلا پا نداره شله مگه روزولت نبود که اصلا نمیتونست واسه مخفی میکردن خبرنگارا همیشه دم روزولت داشتن که مثلا کسی نبینه پولیو داشت یه خب مثلا یه نفر حالا پا نداره فلان یعنی چی چرا باید رئیس جمهور اینجوری باشه اما مثلا در ایران باید ایرانی باشه خب چرا باید ایرانی باشه یه آدم عاقلی از ژاپن هم باشه بتونه درست مدیر چون شما یه مدیر میخواد اصلا یه ربات باشه بهترین بهترین سیستم قضایی و سیستم دولتی سیستمی که فقط کامپیوترها همه چیشو کامپیوترها همه چیش رو ران کنن لزو، لزومی نداره که هر یک ایران انسان باشه و ایرانی باشه و چارگوشه بدنش نیرم سالم باشه اصلا این حرف ها بیمعنی بود اصلا نیرم من این خوندم خندم گرفت بعد وقتی که خامنی رو میخواستن مثلا از جمهور بکنن اونجا که در اومد گوه آقا آخه اشکال فنی پیش میاد من فکر میکنم به خاطر این بود که دست نداشت و طبق قانون اساسی این بابا مثلا با, با چاگوشه تنگ بعد یک از ای دوستام اینو گفتم و این دوستام اینو گفت نه تو قانون اساسی هم چیزی نیست و توی ویکی‌پدیا فارسی به من فرستاد چیز متن قانون اساسی رو من این قانون اساسی جدید و خونده اصلا هیچ شباهتی نداشت به قانون اساسی که اون اصلا اصلا اول انقلاب رای میگرفتن اصلا, اصلا یه چیز دیگه بود وظایف رهبر اصلا موقع رهبری نبود بعد تو قانون اساسی رهبری چی نبود بعد وظایف رهبر که میخوندی آره بر همه چی نظارت کند بر این بر اون بر شورا بر دولت بر مردم بر قوانین بر... اصلا دیدیم بابا شرف کردن دیکتاتور کامل تا این قانون اساسی فعلی ایران اینقدر ماسمالیه اینقدر احمقانه نوشته شده ماسمالیه کامله بله دیگه بر همه چی داشته باشد همه چیزو بر همه چی تسلط داشته باشد بر همه چی نظارت داشته باشد اصلا مسخره کردن دیگه بابا شما شاه درست کردی اینکه که جمهوری که بحث بی برنامگی عدم وجود اساسنامه باز به اصطلاح بازتاب بین مللی این داستان کمک از کشورهای دیگه اصلا یه نکته دیگه که مردم ایران اولا اکثر این نراحتی های مردم ایران در این چند ساله به نظر من به خاطر ترامپ ترامپ واقعا چوب چرخین چرخ کرد بسیاری از کشورهای اروپایی داشتن با ایران قرارداد میبستن تکنولوژی بادی تکنولوژی آفتابی داشت واردی ایران میشد قرارداد بسته بودن گفتم آقا فاهم مثلا به مدت 4 5 سال مثلا شما ضمانت کنید که اصلا غربی ها داشتن چی اروپایی ها داشتن سرمایه گذاری میکردن عجیب خودشون یعنی اصلا ایران هم لازم نبود یعنی چه آقا بیان آقا ما تکنولوژی بادی و آفتابی اینا درست میکنیم مثلا 4 5 سالشو خودتون مصرف کنی و پولشو بدیم به ما مثلا بعد 4 5 سالش هم مال خودتون یعنی واقعا دیل عالی بود که ایران اولا از نظر زیست کار بسیار عالی میشد بعد از نظر درآمد از نظر تکیه بر نفت اون به وابستگی ایران به نفت رو کم کرد واقعا حالا کاری نداریم که اینا یه مش ولی مطمئن باشین اگه ترامپ به قدرت نرسیده بود وضعیت مالی مردم ایران و این همه اقتشاشی این همه زو این همه فشار وجود نداشت و الان اینجوری نبود یعنی واقعا چامپ گن زد چامپ هم گن زد اینکه جناه راست کلا این تفکر که داره که اینا یه مش تروریستن اینا مش مادر فلان و اجازه ندین اینها تداوم پیدا بکنن اگر به انواع اقسام تکنولوژی و برق و آب و پول و اینها برسن اینا حالا حالا ها در ایران بر قدرت خواهند بود اینها رو ردشون کنی و جالب بود که برای اولین بار ترامپ اومده عکس مسخره ترامپ اومده و کار برای نظر مالی برای ایرانی ها سخت کرده ولی چون مردم ایران بسیار تنفر داشتن از اینها ناراحت نبودن یعنی از ترامپ نهار داشتن بسیاری از ایرانی طرفدار ترامپ هم شدن فقط اینکه دشمن دشمن خوبه بازم میگم همون طرز فکر سیاه سپید سی انقلاب پنج و هفته که دشمنه اینقدر من از این طرف متنفرم در انگلیسی اصطلاحی دارن میگن که یارو رفته دماغشو چی میگن؟ cut his face to uh, spite his nose cut his nose to spite آره طرف اینقدر تنفر داشت از صورتش که دفت دماغ خودش رو زد یا به فارسی میگیم که یکی بر سر شاخ بن میبرید این که یکی بر سر شاخ بن میبرد و من به چشم خودم دیدم یعنی واقعا همین رو میگم بر سر شاخ زیر شاخ خیلی میان اره برقی چیچی و به سر ستیک چی میگن چینسان ستک هوا میکنن پره برقی داره اون بالا شاخه میزنه شاخه داره میفته پایین تو سر خودشون یه اصطلاح دیگه هست به, انگلیسی میگن به بعضی اگر شما زیاد آزادی بدی تناب زیادی بدی مثل سگا اینجوری هم بعضی که شما بسته زنجیر زیادی بهش بدی میدوه میخواد بپره این برون و از در از میفته ولی چون زنجیره هنو به گردنشه خفه میشه یا دار به دار میفته این اتفاقی که خیلی واقعا میفته خیلی کسایی که سعیشون رو با تنابونه هم زنجیر میبندن میان می که زنجیره خود زیادی بوده آزادی زیادی باعث میشه که مردم خودشونو خفه کنن اون بدبختی بود که شاه به مردم داد آزادی زیادی داد به مردم نمیدونم من هیجان زده نیستم بسیاری از همون اشتباهات رو میبینم میبینم که بعد 43 سال هنوز ما دست نگرفتیم که چرا انقلاب 57 شکست خورد خود انقلاب 57 اشکالی نداشت رو میتونی بگی آقا هدف این انقلاب این بود که مردم میخوان خودشون انتخاب کنن راهشون رو اگر این وضعیت و این هدف رو ما میتونستیم ارزش بدیم مقدس نگه داریم براش بجنگیم و یه جوری زنده نگهش داریم اون قرف بعدی نبود لازم نیست هویدا رو بکشن لازم نیست همه چی بکنن لازم نیست اصلا شاه رو چی بکنن فرار بدن آقا ما اومدیم فقط میخوایم که خودمون بتونیم رأی بدیم خودمون بتونیم انتخاب کنیم خودمون بتونیم چی بکنیم یه نفر به خاطر ارسیه به خاطر ارس پدرش بر ما فرمان روانی نکنه همین ولی نه چی شد نه مرگ بر شاه یعنی تفکر سیاه و سفید مرگ بر شاه مرگ بر هویدا مرگ بر اون مرگ بر این و همه رو چی بکنیم من اوایل انقلاب یادم توی تلویزیون می با مردم مصاحبه میکردن میپرسیدن که آقا شما حالا که انقلاب شده به نظر شما مردم ایران ما باید چیکار بکنیم دولت جدید باید چیکار بکنه و طرف دوربین نگاه میکنه به نام خدا من فکر میکنم چون دولت تاقوط دولت, دولت قدیم بسیار همه چیزش ش... نم... شیطانی و بد بوده ما باید هر کاری که اونا کردن ما دقیقا بیایم برعکسشو بکنیم من میگویدی خب این که نظر اولیه بعد خبرنگاه به دومی میگو آقا نظر از این چیه اون نفر دوم هم دقیقا همینو تکرار میکرد نفر سوم گه گدارم با لحجه ترکی آقا به نفر بیستم که میرسید و مردم بازم همین حرف رو تکرار میکردن از اون جایی که دولت قبلی همه کار شیطانی و بد و پلید بوده ما باید نگاه بکنیم دقیقا ببینیم اونا داشتن چیکار میکردن دقیقا بر انجام بدیم یعنی شعور مردم در این حد بود متاسفانه ما یه مردمی هستیم که از نظر فرهنگی از نظر ادبی فکر میکنیم که شاخ زرین جهانیم بهترین ادبیات جهان رو داریم بهترین تاریخ بهترین هوشمندان ولی این تفکر که ما فکر میکنیم میدونیم فکر میکنیم که میفهمیم دقیقا تفکر اون کسی که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه فکر میکنیم ادبیات والایی داریم اشعار زیبایی داریم نه اصلا شما اصلا شعر زیبا ندیدین نشنیدین به عمرتون یه چیزهایی شنیدین شعر زیاد دارین توی ادبیات فارسی <applause> اشعار قرون وسطایی ولی اصلا تفکر درست حسابی اصلا ادبیات درست حسابی نداشتن ایرانی ها. فکر میکنن که داشتن اون کسی که فکر میکنه ما میدونیم ما میفهمیم و فلانیم دقیقا اشکال همون آدمی داره که نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه چرا چون فکر میکنه میدونه اصلا شما نگ... من نمیدونم من نگاه میکنم در بین ایرانی ها این کسایی که چه میدن مثلا متخصص سیاسی هستند متخصص فلسفی هستن متخصص تاریخ هستن اصلا من آدمی ندیدم که یه چیزای دو تا چهار تا در مورد تاریخ بشریت بدونم در اون زمان انقلاب 57 کسانی مثل احمد شاملو اومدن مثلا اون رفراندوم جمهوری اسلامی رو تحریم کردن و وقتی ازشون میپرسی که آقا چرا تحریم کردی میگفت که بخاطر که اصلا معلوم نیست این جمهوری اسلامی چی چی هست یه چیزی شما میخوایم به ما بفروشین معلوم نیست اصلا چی چی هست شما به من بگین چیه خود حرف این حرف شاملوه شاملو هر چقدر شما دوستش داشته باشی یا دوستش نداشته باشی شکی درش نیست که شاملو مطالعه بیشتری داره تا داشته در... تا متوسط مردم ایران از متوسطه مردم ایران این شخص مطالعه بیشتری داشته تا حدی فرانسه بلد بوده ولی حتی این فرد نمیدونه که آقا جمهوری اسلامی یعنی داریم میگیم یک جمهوری مذهبی اصلا این دوتا جمع نقیزینن متناقضن اصلا در, در تاریخ بشریت هر وقت مذهب خواسته که سلطنت کنه حکومت کنه ثیاکرسی داشته باشیم فساد فساد کامل مذهب شده و فساد کامل حکومت اون چیزی که ما در قرون وسطا در اروپا در فرانسه در همه جا میبینیم این احتیاج رو اصلا فکر کردن نداره که من نمیدونم چی چیه کاملا معلومه چی چیه کاملا معلومه که شما داری میگی یک حکومت مذهبی حکومت مذهبی همیشه افتضاح بوده همیشه افتضاح اگه ما فکر میکنیم خیلی آدمای عاقل و باهوش و با سواد و با چیزی هستیم ولی هیچی نمیدونیم آدم با سواد کشورمون میگی که معلوم نیست توش چیه حالا دمششون گرم که این شجاعت داشتن در اون زمان واقعا کم بودن افرادی که اصلا بخوان مخالفت کنند انقدر مردم داشتن بزوار روزوانوار هر شعاری رو تکرار می کردن که واقعا مشکل بود یکی بیا بگه آقا آخه این چیکار ما در تمام افرادی که من اون زمان یادمه معلمی داشتیم خانم کاویانی معلم ادبیات اول راهنمایی ما بود در مدرسه شهریار قلحک دراهی قلحک بود اون موقع مدرسه راهنمایی ما و ایشون تنها کسی بود یه زن 60 70 ساله بود آرایش بسیار قشنگ و اون سال اول انقلاب مجبور شد که یه روسری خیلی قشنگ ابریشمی سبزم به زور سرش بکنه که کاملا جنبش این یه روسری خیلی کوچولو که مثلا میخوام میگم شاید 20 سانتی متر 20 سانتی متر این زن تنها کسی بود که میگه آقا ده این چیکار میکنی تا،, تا کی میخواین دستتون رو دراز کنیم برای معجزه دستتون رو دراز کنیم برای مثلا مذهب نمیگفت که این جرعت نشه کاملا سریع بگه ولی یه موضوع انشا به ما داد آقا فرق شورش و انقلاب چیه فرق شورش و انقلاب مدت ها به ما میگفت اینو نوشتین یا نه تا دو سه ما چهار ما اولا این خانومو مثال بعد دیگه ما ندیدیمش کاملا معلم بیرونش کردن واقعا در بین این همه معلمایی که مثل حتی کمونیستا ها. معلمای کمونیستی که مثل بوز گول ها رو خورده بودن جو... گول این جمهوری اسلامی رو خورده بودن این زن تنها کسی بود که آقا میگفت این چی کار میکنه این شورشه یعنی میخواست به ما اینو بگه این کاری که شما بازی شورش البته واقعا تفاوت گذاشتن به الان تو آمریکا همین مشکل داره میگن انسرکشن اون کسی که حمله کردن به کپیتال واشنگتن دی سی سنای آمریکا میگن انسرکشن که خب یه عده میگن شورش یه ده میگن انقلاب یه عده میگن انسرکشن یکی میگن خیزش فلان اینا یه تیفی دیگه مگه انقلاب فرانسه همچین قاراش میشی نبود ش... مثل بدتر از آراش میشه شورش انقلاب 57 انقلاب فرانسه بیان بستی و دی نمیدونم زندانیا رو بریزن بیرون نمیدونم یه در بزنن بکشن خر تو خربازی کامل کشور رو پنجاه سال به عقب ببرن آقای قوبس بیاد نمیدونم همه رو عدم گیوتین رد کنه به این روبسپیر در اول اول اوایل زندگیش یه وکیل بود که بسیار چیز سنگ سینه سنگ حقوق بشر رو به سینش میزد بعدا شد یا ادامگر درجه یک شد خلخالی انقلاب فرانسه اینی واقعا صحبت زیاده ولی من واقعا هیجان زده اصلا نیستم در این مورد خوبه خوبه که این خبرها به گوش مردم جهان برسه ولی 43 سه ساله من همیشه گفتم چرا ایرانی خارج از کشور این همه ایرانی در همه جای کره زمین هستش چرا این همه ایرانی اگر هفته یک بار یه تیشرت یا یه, یه کلاه سرشون کرده بودن که روش نیست آقا say no to Islamic Republic say no to the Mullah رژیم یا من مخالف رژیم ایرانم خب همه جای مردم توی گواتمالا و آمریکا و فرانسه و همه جا ژاپن همه میفهمید که ای شما ایرانی ها پس مخالف ما که که البته موافق این که چون واقعا خیلی ها تو آمریکا مثلا تو اروپا خود آگاه تر بودن اروپایی ها ولی تو خود آمریکاش واقعا خیلی ها تا 7 8 سال پیش میگن که ایرانی ها طرفدارن دیگه میترسیدن مثلا با ما صحبت کنن راجع به سیاست ایرانی رو میگن حتما با طرفدار اونایی چی این فکر میکنیم خب این همه ایرانی ها ما میترسیم یا آبوزش نداریم یا حسلش رو نداریم پول چی بدیم یکی خب بره تیشرت بزنه بزنه به که نمیخره ما نمیخوام تو درد سر بیفتیم بعد میخوایم برگردیم ایران گرگودار بریم کنسرت تطلو بابا ما نمیخوایم که تو درد سر بیفتیم بیام مثل فرقزاد و شاپور بختی ها سرمونو ببرن که نه با که نمیخوام آگاهی بدیم مردم جا همین که مثلا یواشکی بریم آسه بریم آسه بیایم تا همیشه همیشه میگفتن تو مثلا تو لس آنجلس یک میلیون ایرانی وجود داشت ولی همیشه معروف بود که ایرانی ها دی کیپ لو پروفایل یعنی آسه میرن آسه میار اصلا خودشون نشون نمیدن اصلا کسی باورش نمیشه که اصلا ایرانی هست این همه ایرانی هستن هست. ساکت باشه هر چیزی میشه ساکر باشه هیچ حرفی نزن یکی میاد بر علیه ایران یه کتاب مینویسه سعی نکن یه جواب بدی برخلاف های آمریکا که شدیدا به پا میخیزن و یه نفر یه کتاب بنویسه ده تا کتاب مخالفش درست میشه یه نفر یه فیلم درست کنه بر علیه مثلا چرا یهودیا پنجاه تا فیلم بر علیه اون درست میکنن نه 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 ما ساکت بشیم سا سر آسه بریم آسه بیم. بیم. بیم خب شما اگه این کار کرده بودی خیلی به طور مساله آمیز در پیته این و سه سال همه رو شیر فهم کردم که آقا ما از این رژیم طرفداری نمی کنیم I do not support. من طرفدار جمهوری اسلامی نیستم همین حالا اینو بگو نمی بگی مخالفی بگو آقا من طرفدارش نیستم من موافق سیاست هاش نیستم آخه جمهوری یعنی این دیگه آقا شما باید بتونی بگی آقا من موافقم یا مخالفم دم رأی میدم حق داری که بگی آقا من موافق این سیاست ها نیستم اون موقع که همین چند سال پیش بعد از این داستان 2009 که آه ندا آقا سلطان و مردم جهان همه دلشون سوخت به خالت برای ایرانی ها سال بعدش یا چند ماه بعدش یه مسخر بازی را انداختن که حمله کنیم به سفارت انگلستان یه ده میمون برن بالا برن نمیدونم پرچم انگلستان رو بسوزونن فقط و فقط برای اینکه در از عمومی دوباره این تصویر رو به وجود بیان که آقا ایرانی ها این ها فکر نکنید که آدم حسابی نه همین میمون هن که دوستان حمله کنن و علکی به سفارت اصلا حمله به سفارت خارجی یک چیزیه که بسیار عقبی بسیار زشت در همه جای جهان متمدنی همچی کاری زشته به حساب میاد این نهایت که یک مردمانی بیان حمله کن به سفارت بابا اصلا هدف سفارت نزدیک کردن فرهنگاز نزدیک کردن مردم جلوگیری از دشمنی شما شما بیان علکه حمله کنی یه عده خلوچل اینا پول دادن که چیه فقط و فقط تبلیغات منفی که بر علیه جمهوری اسلامی شده بود و اینکه دل مردم جهان مدانا اومده بود راجب ایران حرف بزنه جون بایز راجب ایرانی ها اومده بود آزادی ایرانی ها شعر نوشته بود آهنگ خونده بود آره جون بزرگ غولی بود در اون دهه شست خب چیکار بکنیم؟ نه یه میمون رو بفرستیم بالای سفارت بریتانیا اون زمان تمام فیسبوک و توییتر من گشتم یک نفر ایرانی و یک گروه پیدا نکردم که, که زده باشن یک گروه میتونیم درست کنیم بگیم من مخالف حمله به سفارت خارجی در ایرانم من موافق این کار نیستم یک نفر ایرانی شما پیدا نکرده که به انگلیسی یا به فارسی مخالفت کرده باشه اگه همون زمان بسیاری از ایرانی ها سریع اکسال عمل نشون داده بودن و نشون داده بودن به مردم جهان که این کار کار ما نیست ما اینو دوست نداریم با جمهوری اسلامی که مخالفت نکنید که پرده بیان سر که شما دارید میگه آقا یه اددهی. شما میگی یه چون جمهوری اسلامی هم که هیچ نمیگه که ما حمله کردیم به سفارت که. یه مثل همون سفارت آمریکا خب شما میگه آقا من مخالف این کارم این کار این کار صحی نبود حداقل به مردم جهان نشون میدادی که آقا چه میدم دیوی هزار نفر ایرانی رفته لایک زده این پیجو ما مخالف حمله به سفارت ها. انگلستان نه هیچ 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 متوجه نشدن که چقدر اهمیت داره بازتاب عمومی و پابلیک ریلیشنز یا تبلیغات عمومی هرچی فلسطینی ها زرنگن. فلسطینی ها های فلسطینی چقدر زرنگن چقدر همیشه با دوربین و با فلان دو تا دختر بچه رو بفرستن که او اسرائیلیا دارن به اسرائیلی ما زور میگن وای وای ما رو کتک زدن ما رو دارن فشار میدن دوباره و دوباره دختره اصلا شده آرتیست هر جا میره با دوربین برن برن گاز بگیرن سرباز اسرائیلی رو برن چکش بزنن فلانش کنن هر چی اسرائیلی میدونه دیگه میدونه کلکه هرچی پلسطینی زرنگن و یاد گرفتین که چجوری به افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن ما ها نه ما ها باید منتظر میشدیم تا یه دختر زیبایی که صدای خوبی هم داره فلان اینا بی خود و بی جد کشته بشه حالا همه همون رگ اون بزنه بالا حالا بیه بعد 43 سال تازه ما دوزاریمون مفتاد که این دولت بدیه چقدر با... چقدر باید طول بکشیم نمیتونم این هم, صحبت امروز منه و اگر شما خوشتون نیومد بعد نیست که یک جوابیه جوابیه در یک ویدیو بدین بجانی که خود فوش بدین به نظر من فوش ندید سعی کنید که یک ویدیو کاملی درست کنید جواب حرفای منو بدین بسیار نکات زیادی رو من اینجا کاور کردم ولی من احساس اینه که روی عقل روی حساب روی اساسنامه روی یک عروی قدم به قدم ما باید بدونیم که چی میخوام چیکار بکنیم نه فقط این نفرت مثل یه بچه داد بیداد فوش ما باید روایت عمومیمون تبلیغات عمومیمون درست بکنیم تصویرهای جالبی درست کنیم از این انقلاب از این تظاهرات ها صحنه هایی رو به وجود بیاریم حتی برای عکاسی برای فیلم برای هر چی باید تاثیر بذاریم و باید اون نرتیو یا تعبیری که داره از این تظاهر میشه عوض کنیم نگیم فقط همش به خاطر محسا هنوز هنوزه بعد چهار هفته دارن میگن آره این یه دختر جوانی بودی که یه ذره موشونشونه هنوز دارن راجع محسا امینی همه همین جای جهان صحبت میکنن و به خاطر محسا جرقه بوده باروتش چی بوده اینها رو باید ما نه نه نشستیم چرا سه ساله هیچ حالا فلان خواننده بیاد حرف بزنه فلان رپر بیاد یه چیزی بگه داشتم فکر میکنم 50 60 سال پیش اخوان سالس اون شعر زمستانش رو درست کرده بود که دوزاری افتاد که احتمالا اصلا ایدهش از کجا گرفته بوده و بعد امروز یه رپر بیاد و واقعا این اشعار این رپر رو با اون اخوان سالس مقایسه میکنه کنید هم چی توفیر زیادی با هم ندارن یه چیزی مردم پسندی حرفای مردم پسندی که تاثیر بذاره روی عوام واقعا یه شعری نیست که نه این رپش نه اون اخوان سالشش اینا چیزه مغزداری نیستن که در سطح بینوملالی تکون بدن مردمو